احمد مسعود سخنگویش را یافت. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: احمد مسعود سخنگویش را یافت. او کیست؟ صبغت الله احمدی، رئیس روابط استراتژیک، همزمان سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان تعیین شد. وی در گذشته در زمان صلاح الدین ربانی سخنگوی وزارت امور خارجه و مشاور دکتر عبدالله بود. صبغت الله احمدی ضمن یک تماس تلفنی در تایید این خبر به تاجیکستان گفت: نامزدی او در پی یک اتفاق نظر میان رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان تایید شده است. تصمیم جمعی بود که از سوی رهبر جبهه مقاومت تایید شد. من به اجرای وظیفه های خود شروع کرده ام. از کندوز تا هند. صبغت الله احمدی در سال 1983 در ولایت کندوز به دنیا آمده است. پدر او قاری رحمت الله امیر عمومی جمعیت اسلامی ولایت کندوز و نماینده مردم کندوز در پارلمان افغانستان بود. به دلیل جنگ ها، نابسامانی ها و تغییر مکان، زیست مکتب میانه را در ولایت های کندوز و تخار و در نهایت در لیسه ابو حسمان طالقانی، شهر طالقان، ولایت تخار به پایان رساند. او در سال 2005 برای تحصیلات عالی به هندوستان رفت و شامل فاکولته علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه دهلی شد. آن زمان در دهلی یک مجله دانشجویان فارسیگو به نام اندیشه جوان نشر می شد که احمدی مسئولیت خبر و تحلیل آن را بر دوش داشت. وی بعدتر سند استادی را نیز در امور مدیریت عامه از دانشگاه شهر میرت هندوستان به دست آورد. در کابل او از آنهای نظیر سمی، مهدی، دکتر مصطفی محمود و دیگران بود که در سرکه تاسیس تلویزیون یک می استاد و اینجا حدود 3 سال فعالیت داشت تا به تلویزیون طلوع دعوت شد و 2 سال دیگر را نیز اینجا سپری کرد با ربانی و عبدالله. در این میان احمدی از کار روزنامه نگاری کنار رفت. یک مدت مشاور همکاری های منطقه‌ای و بین المللی، دفتر بینو المللی مواد مخدر و امور انتظامی وزارت خارجه امریکا در افغانستان بود. در انتخابات سال 2014 وی مسئولیت ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، نامزد ریاست جمهوری افغانستان در شهر کندوز را به ذمه داشت. پس از این در مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان مسئول مطالعات اروپا و امریکا بود. بعدتر تا زمان استعفای صلاح الدین ربانی از سمت وزیر کارهای خارجی افغانستان، اول در وظیفه معاون، سپس رئیس عمومی اطلاعات عامه و سخنگوی این وزارت کار کرد. در انتخابات پرزیب نتی سال 2019 او دیگر بار
در تیم عبدالله عبدالله قرار گرفت و مدتی نیز به عنوان مشاور امور بین المللی دکتر عبدالله کار کرد. جاگزین دشتی صبغت الله احمدی در وظیفه سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان بر جای فهیم دشتی می آید که 5 سپتامبر زمان حمله طالبان به پنجشیر به شهادت رسیده بود. فرضیه های مرگ او زیادند، اما فرضیه اصلی را کسی دقیق بیان نکرده است، از جمله خود جبهه مقاومت ملی. در همین حال جبهه مقاومت ملی با گذشت قریب 3 ماه معرفی می کند. در این میان شبکه های اجتماعی در این وظیفه تقرری چندین نفر از جمله مولانا عبدالله محمدی، سابق معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را معرفی کردند که تایید رسمی خود را نیافت. عدم سخنگو اگر بر کمبود کادری جبهه دلالت می کرد، همزمان ضعف سیاست های خبری آن را برجسته کرده بود که انتظار می رود با تقرری صبغت الله احمدی این مشکلات برطرف شود. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که هیئتی از آنان برای مذاکره با امریکایی ها به قطر می رود. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان، روز چهارشنبه 4 قوس در توییت خود نوشته است که هیئتی از طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست این وزارت تا 3 روز دیگر عازم قطر خواهد شد. به گفته بلخی در این سفر قرار است هیئت طالبان از 27 تا 29 نوامبر با نمایندگان اتحادیه اروپا، امریکا و سایر طرف‌ها در مورد موضوعات مهم گفتگو کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.